سلام، این جلسه هم براتون آموزش جواهر دوزی رو داریم. انشاءالله اگه تونستیم و فرصت شد یه دیزاین کوچیکم کنار رومیزی خواهیم داشت. نیاز داریم به پنبه و منجوق. نوع منجوقی که انتخاب می‌کنی منجوق ترم است. سوزن از مرکز یا از لبه گل در میاد. یه مقداری پنبه داخل دستتون میگیریم و اونو فرمش میدیم. همه اون به سمت مرکز میره، احتمالاً اگه اضافی داشت میگیریم و مجدداً همون کار رو انجام میدیم. خب تقریباً فرم گلبرگ رو بهش میدیم، یک طرف اون تیز و سمت دیگه کاملاً گرد. تمامی پرس ها خابیده شد. سمت تیزی به سمت داخل و کوک زدن شروع میشه که کار بسیار راحتیه و به این وسیله پنبه رو کاملا روی کارتون ثابت میکنید. بهتره که نخاتون رو موم بکشید تا از گره خوردن جلوگیری بشه. اگه موم بکشید کارتون، نختون باز محکمتره، دوام کارتون بیشتر میشه موقع شستشو و مشکلی دیگه پیش نمیاد. با کمک چند تا کوک پنبه ها رو وصل میکنیم که نمونه کامل شده وصل پنبه روی این قسمت مشخصه. مقدار پنبه‌ای که برای هر گلبرگ در نظر گرفتید باید مساوی باشه. من بقیه کار رو روی قسمتی که نیمه کار است ادامه‌اش رو براتون میرم. نخ میتونه دو لا باشه، یک لا باشه، البته اگه موم کشته شده باشه یک لا هم کافیه. از مرکز دوخت رو شروع میکنی، پس سوزن رو یا از مرکز گل در بیارید یا از رأس گل در بیارید، هیچ تفاوتی نمیکنه. مهم این هست که شما باید این گلبرگ رو به دو نیمه تقسیم بکنید. یه مقدار منجوق کنار دستمون قرار میدیم و شروع میکنیم به داخل کردن درون سوزن. مقدار منجوخ ها بستگی به طول هر گلبرگ داره، یعنی ما نمیتونیم شمارش بزنیم بگیم که فرضاً این گل 6 تا میبره، 5 تا میبره و به همین ترتیب. یه مقداری داخل سوزن میکنیم و بعد اندازه میزنیم، میبینیم که فرضاً این هنوز نیاز داره، پس بقیه منجوخ ها رو وارد سوزن میکنیم. گل برجسته‌ای هست که خب خیلی توی کار جواهردوزی کمک شما میکنه برای زیبایی کارتون. به دو نیمه گلبرگ تقسیم شد. زمینه کاری که من انتخاب کردم برای شما از نوع ارگانزا هست، از دولای ارگانزا که مرکز اون زام فیکس زده شده. الان کاملا مشخصه. یک لایه ارگانزای مشکی، بعد زان فیکس و بعد ارگانزا توسط اتو به همدیگه پرس شده. این کار رو انجام میدیم ما به خاطر اینکه بتونیم به راحتی گل رو دوخت بکنیم و بعد توسط هوی اون رو جدا بکنیم و جایی که نیاز داریم اتصالش بدیم، که من روی کار آماده شده باز این رو نشونتون میدم. مقدار منجوق باز به اندازه ای هست که سمت راست و یا سمت چپ رو پوشش بده. الان دو تا یا سه تا منجوق دیگه کافیه که ما بتونیم دوختمون رو انجام بدیم. به سمت مرکز حرکت داره، کاملا نزدیکش میکنیم. یه چیزی که من توضیح بدم، روی این نوع دوخت نباید طول گلبرگ و یا گل شما و برگتون یا هر موردی که نباید طولانی باشه و الا دوخت‌ها از هم فاصله میفته. به همین ترتیب تعداد منجوق و ردیف ها زده میشه، کمتر میشه تا یه همچین شکلی رو به شما بده که نمونه کامل این دوخت توی این مرحله مشخصه. دوخت زده میشه و مرحله آخر اون یک نگین و یا یک سنگ مطابق سلیقه خودتون
کار گذاشته میشه. خب نگین رو میخواییم مرکز گل بدوزیم، سوزن رو در میاریم از مرکز و نگینی که مطابق سلیقه خودمون باشه داخل سوزن میفرستیم. نگین ها معمولا دارای سوراخ هستن، اونایی که کاسه دار هستن از قسمت زیر محل رد شدن سوزنه. خب این ثابت شد، البته شما یه مقدار باید محکم‌تر این کار رو انجام بدین. دور تا دور این کار هویه میشه. برای هویه کردن بهتره که شما از پشت این کار رو انجام بدین، برش میگردونید به سمت پشت و از این ناحیه با هویه مخصوص پارچه دور تا دور این رو خالی میکنیم که روی کار نمونه آماده شده الان کاملا مشخص هست. خب براتون الان یه آموزش دیگه روی همین رومیزی دارم که دوخت برگ‌های سرخسیه. دوخت این برگ‌ها خیلی ساده است. من براتون نقشه اون رو میکشم این کنار و شروع میکنیم به دوخت. دوخت این برگ از راست شروع بشه براتون راحت تره. منتها خیلی از خانم عادت دارن که دوخت رو از پایین کارشون شروع بکنن. یه مقدار میایم پایین از راست برگمون و شروع میکنیم به وارد کردن منجوق داخل سوزن. منجوق‌هایی که دارای نخ هستن که خیلی راحتن. ببینید قبل از اینکه نخ رو بیرون بیارید شما میتونید به راحتی اون رو داخل سوزن بکنید، نخ رو بکشید و داخل سوزن و نختون بفرستید. رأس دوختمون، رأس برگمون ابتدای کاره، میاد یکم پایین و نوبت بعدی دوخت سرم است. الان اینجا مخلوطی از دوخت سرمه و منجوق. قطعه قطعه میکنیم و داخل سوزن میفرستیم. من دو تا از این دوخت رو در طرفین انجام میدم و میدونم که شما به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. زاویه دوخت مهمه، باز این زاویه باید تا پایین به همین صورت باقی بمونه. سایز سرمه ها تغییر میکنه، نمیتونیم بگیم 1 سانتی یا 2 سانتی، چون هر چقدر برگ پهن‌تر میشه میزان طول سرمتون هم تغییر میکنه و بلندتر میشه. باز ردیف بعدی به همین ترتیب منجوق قرار میگیره. من توضیح اضافه رو روی این میدم. الان اگه دقت کنیم مرحله اولم، مرحله دوم و به همین ترتیب یک درمیون سرمه منجوق. یک بار سمت راست دوخ شده، یک بار سمت چپ. خب یه دیزاین مختصری هم کنار همین رومیزی براتون انجام میدم، چون خیلی از خانوما گل رو میتونن آماده بکنن تا اشکال توی دیزاینش داشتن. این یک رانره که البته من به صورت نیمه تاش زدم براتون تا اینکه بهتر بتونم کارم رو انجام بدم. نیاز به ابر داریم. ابر برای برجسته کردن قسمتایی که میخوایم بالاتر وایس سطحش استفاده داره. پشت ابرتون رو چسب میزنید و توی گوشه قرار میدید. گلهایی که هر مدل گلی که شما دوست دارین و یا آماده کردید تا حالا یاد گرفتید میتونید برای این کار بهره گیری بکنید. هیچ لزومی نداره که حالا از این گلهای کرشه کار بکنید و یا گلی که دقیقا همین باشه. باز یک مقدار چسب دیگه. ببینید الان این گل سطحش پایین تر واقع شد. برگ‌های کرشه زیر اون قرار میگیره. من یه مقداری چسبم، بله، و به همین ترتیب باز برگ‌های دیگه دقیقاً زیر گل‌ها قرار میگیرن. از گل‌های منجوقی باز برای کارم استفاده میکنم. دوباره این قسمت
یه مقدار چسب زده میشه و دوباره اون ناحیه‌ای که میخوایم پر بشه وصل میکنیم. باز از انگورای بنجوقی در کنار کار یه مقداری گل رو بالا میکشیم. احتمالاً اگه دیدین که زیاد خوابید تا نخشکیده یه مقداری سطح گل رو بالا بیارید. بین دولای گلتون چسب بزنید زیر انگور اتصال شده باز به همین صورت و بقیه مراحل کار توسط برکا، این برکا رو من توی دوختای ابتدایی براتون توضیح دادم. اطراف کار میزنیم و کار رو شلوغ میکنیم که نمونه کامل شده اون باز روی رومیزی که من زیر دستم قرار گرفته و سمت چپ من هست نمونه کامل شدن دیزاین رو میبینید. انشالله که خانمایی که خیلی مشتاق دیزاین کردن بودن این برنامه رو دیده باشن و لذت کافی رو برده باشن. تا برنامه بعد خدا رو به شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.